إله إلا الله الملك الحق المبين لا إله إلا الله الملك الحق المبين لا إله إلا الله الملك الحق المبين لا إله إلا الله الملك الحق المبين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أحمد ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته العتيبين الأنجبين الهداة المهديين، سيما مولانا وسيدنا الإمام المبين الكهف الحسين، وغياث المضطر المستكين، وخاتم الأئمة المعصومين، صاحب الهيبة العسكرية، والغيبة الإلهية، مولانا وسيدنا وإمامنا وهادينا بالحق الحجة ابن الحسن المهدي. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه ولعن عدوه. سلام الله وصلواته عليك يا مولاي يا بقية الله، تا کی به پس پرده نهان چهره ما تا کی به پس پرده نهان چهره ما هست، عمریست که من منتظرم بر سر راهت مولا جان، بر خاک نشین سر کویت نظری کن، تا آن که شبت شاد ز یک لحظه نگا
گاهت یا صاحب الزمان، یا صاحب الزمان، مولا جان یک موی تو را من به دعا یک موی تو را من به دو عالم نفروشم. اسرار دل سوختم هست گواه، آقای من دانم که گناه صد شده تا آن که ببینم، یک لحظه در این کون و مکان آن رخ ماهت. دانم که گناه صد شده تا آن که ببینم، یک لحظه در این کون و مکان آن رخ ماهت. یا صاحب الزمان، یا صاحب الزمان، یا أجرك الله في مصيبة جدك المظلوم أمير المؤمنين. برای سلامتی حضرت بقیت الله الاعظم امام زمان علیه السلام، خوشنودی مادرشان حضرت فاطمه سلام الله علیها، جد بزرگوارشون مولا امیر المؤمنین علیه السلام، حضرت امام مجتبی و حضرت ابا عبدالله علیهم السلام، اولاد و اصحاب حضرت سید الشهدا، بالاخص به محضر مبارک حضرت امام سجاد و امام هشتم زینبین علیهم السلام، و به محضر مبارک حضرت قمر بنی هاشم، حضرت علی اکبر و حضرت قاسم ابن الحسن علیهم السلام صلوات بفرست. انشاءالله در رابطه با آیاتی از جزء بیستم قرآن کریم آیاتی رو مطرح خواهیم کرد و عرایزی رو در رابطه با اون آیات خدمت شما خواهیم داشت. جزء بیستم از آیه 56 از سوره شریفه نمل شروع می شود. یکی از مهمترین آیاتی که در این سوره شریفه
وجود دارد و چه بسا بارها شنیده باشیم، اما از باب اینکه مربوط است به حضرت مولا امیر المؤمنین علیه السلام و اولاد بزرگوار اون حضرت، این آیه رو اشاره می کنیم، به اضافه اینکه روایاتی رو غیر شیعه در رابطه با این آیه بیان کرده اند و اهمیت مطلب رو بیشتر به ما نشان می دهد که حتی دشمنان اهل بیت و مخالفین اونها هم نتوانستند منکر این آیه در رابطه با امیر المؤمنین و اولادشون و ولایت و محبت اون بزرگواران باشد. آیه 89 از این سوره شریفه: من جاء بالحسنه بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون. ظاهر آیه خیلی مشخصه، هر کس کار خوبی انجام دهد خداوند تبارک و تعالی پاداشی بسیار نیکوتر از آن کار خوبی که انجام داده از اون شخص بهش خواهد داد، به اضافه اینکه در قیامت ایمن خواهد بود از فزع و ناراحتی روز قیامت که همه مردم صدا به ناله بلند خواهند کرد از شدت سختی های روز قیامت. این انسانی که کار نیکی انجام دهد خداوند او را ایمن خواهد کرد، اما هر کس که با سیئه وارد شود بر دادگاه عدل الهی با صورت در آتش خواهد افتاد و جزایی هم الا این عملی که انجام داده است نخواهد داشت. در روایات شیعه و سنی آمده که این حسنه‌ای که خداوند بیان می‌فرماید من جاء بالحسنه، نه خود فعل خیر و خوب و حسن فقط منظور باشد، آن است که هر کس عملی را انجام دهد حالان که ولایت امیر المؤمنین و محبت اولاد اون بزرگوار را داشته باشد، این چنین انسانی در قیامت اجر بیشتر از آنچه که انجام داده است خواهد گرفت. و در مقابل هم اگر کسی عمل خلافی انجام داد و محبت امیر المؤمنین و ولایت مولا را نداشت، خدا با صورت او را در جهنم خواهد انداخت. روایت را از اهل سنت از خود امیر المؤمنین علیه السلام نقل می کنند زیل این آیه شریفه، و نقل اونها یعنی این که قبول دارن که نقل می کنن. حتی سرسخت ترین دشمنان امیر المؤمنین مولا را به عنوان یک انسان صادق می شناسند. اون راوی عبدالله الجدلی میگه وارد شدم بر مولا امیر المؤمنین، حضرت فرمودن آیا خبر ندهم تو را بالحسنت التي من جاء بها ادخله الله الجنه، به اون حسنه ای که هر کس این حسنه را در قیامت داشته باشد همراه اعمال خوبش خدا او را وارد بهشت می کند، و خبر ندهم تو را از اون سیئه ای که التي من جاء بها، هر کس با اون بدی وارد قیامت شود خدا او را با صورت در آتش جهنم خواهد انداخت و هیچ عملی را از او قبول نخواهد کرد، حتی اعمال خوبش را قبول نخواهد کرد. به تو بگم اون سیئه و اون حسنه چیست؟ عرض کردم بفرمایید. حضرت فرمودن الحسنه تو حبنا، حسن محبت ما اهل البیت است، و سیئه بغضنا،
سیئاً بغض ما اهل بیته. اگرچه کار خوبی کسی کرده باشد، این در روز قیامت هیچ ارزشی نخواهد داشت اگر بغض و کینه آل علی و خود امیر المؤمنین رو در دل داشته باشد. سبحان الله آیه دیگری رو مطرح می کنم و وارد سوره قصص می شویم با بیان این آیه. آیه 51 به بعد از سوره شریفه قصص. حقیقتش آن است که بسیاری از آیات، یعنی همون طور که خود اهل بیت بیان فرمودن که یک چهارم قرآن در رابطه با ما اهل بیت است، اگر در روایات این آیات دقت بشه این را میابیم. از جمله آیات آیه 51 سوره قصص است به بعد. خداوند چنین میفرماد: ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. خداوند در آیه 51 می فرماید که ما در ظاهر آیه آیات خود را یکی پس از دیگری فرستادیم و نازل کردیم. ولقد وصلنا لهم القول، یکی پس از دیگری آیات ما آمد برای آنکه متذکر شوند مردم. هیچ زمانی نباشد که کسی بگوید نمی دانستم، نمی فهمیدم. این از ظاهر معنای آیه که این قول به معنای آیات قرآنه. اما در روایات اهل البیت علیهم السلام آمده که این آیات پی در پی، حضرات معصومین فرمودن امام بعد از امام، هیچ وقت فاصله ای نیفتاده، زمانی نیامده است که امام معصومی در بین مردم نباشد. در بعضی از روایات حجت‌های الهی صحبت شده که از حضرت آدم تا آخرین وصی جانشین، وصی پیغمبر آخرالزمان یعنی حضرت بقیت الله، بین پیامبران و اوصیاء اونها در این چندین هزار سال تا حال رسیده به بقیت الله هیچ وقت فاصله ای نیفتاده، پی در پی اینها آمده اند. چیزی هم نبوده که مردم ندانن. یکی از دلائل حقانیت نبوت هر پیغمبری و وصی هر پیغمبری که در کتابهای کلام و اعتقادات ما از اون صحبت می شود آن است که هر پیامبر و هر وصی باید یک نسل،
یعنی یک کلام صریح درباره جانشینی او از پیامبر یا از وصی قبل برای او باشد. یعنی حضرت آدم علیه السلام به عنوان اولین حجت خدا، بعد از ایشون حضرت شیس یا شیث، باید صراحتن حضرت آدم بین بچه‌هاشون می‌فرمودن بعد از من این آقا. اینقدر صریح که هیچ کس نتونه بگه نه شاید منظورشون یکی دیگه بود، مثل اینکه یه فلان شخص سره می‌خواستن بگن نه، صریح صریح. ایشون حضرت شیس برای ما بعد خودشون یکی پس از دیگری تا رسید به پیغمبر ما. پیامبر جاهای مختلف امیرالمؤمنین رو معرفی کردن، در قدیر هم دست امیرالمؤمنین رو گرفتن، هم فرمودن هازا، هم فرمودن علی. یعنی دیگه جای هیچ شبهه برای کسی باقی نماند. علی غیر از امیرالمؤمنین اصلا این اسم در عرب نبود. هازا هم که یعنی این آقا، خب تا اشاره کنن یعنی همه دارن میبینن، دستشون هم که گرفتن بالا آوردن. این میشه نص صریح، دیگه هیچ کس نمیتونه بگه من نفهمیدم. امیرالمؤمنین علیه السلام مثل امروزی به تمام اطرافیان خودشون، بچه ها و اصحابی که بودن، فرمودن بعد از من حسن جانشین من است، بر همه شماست از او پیروی کنید. مشخص کردن تا برسه به حضرت امام عسکری علیه السلام. فرزند خودشون امام زمان علیه السلام رو مأمور شدن به یه عده‌ای نشان بدن، صراحتا نشان بدن و بگن، با زبونشون هم بگن که این آقا وصی و جانشین من است. خدا می فرماد نه، یکی پس از دیگری آمدن بدون فاصله. این نص صریح موجب شد در کتاب‌های، چون حتی نه فقط بعدی خودشون را، گاهی تا تعداد زیادی از انبیا و اوصیا را بیان می‌کردند و بل اتفاق تمام پیامبران الهی جزو دینشون بود که درباره پیامبر ما و درباره امیرالمؤمنین خصوصا و جانشینان حضرتش تا برسد به امام زمان باید صحبت می‌کردند. تو کتاب‌های آسمانشون آمده بود. وقتی پیامبر تشریف آوردن، یهودی‌ها و مسیحی‌ها، اونایی که کتاب‌هایی هنوز در دستشون بود که کمتر تحریف شده بود، یقین داشتن آقا پیغمبره، یقین داشتن آقا امیرالمؤمنینن و جانشین پیغمبر. مثل امروز، مثل همین امروز 20 ماه رمضان یا دیروز 19 یا 20، تعداد یهودی در کوفه اینا مسلمان شدن و شیعه امیرالمؤمنین. تو طول تاریخ اسلام این چنین بوده است. خدا می فرماد اینا یه عده ای از این مسیحی ها و این یهودی ها وقتی پیغمبر دعوتشون رو آشکار کردن، اینا علامت هایی رو دیدن که تو کتاباشون آمده بود، گفتن ما از قبل ایمان آوردیم به این پیغمبر، کاری به حالا نداره، از قبل ما مسلمان بودیم. الذین آتیناهم الکتاب، خدا می فرماد به اینا کسانی که بهشون کتاب داده بودیم، من قبلهی هم یؤمنون بهی یؤمنون، ایمان به قرآن و پیامبر از قبل آورده بودن. و وقتی که آیات قرآن براشون تلاوت می شد، می گفتن ما ایمان آورده ایم، اینا حق از جانب پروردگار ماست، ما از قبل مسلمان بودیم. این چنین افرادی رو خدا دوبار بهشون اجر میدهد، یه اجر برای این که تو مسیحی بودن و تو یهودی بودن خودشون آدمای درستی بودن، یکی هم حالا که مسلمان شده ان خدا بهشون اجر عنایت میکنه. بعد خدا چند تا صفت برای اینا بیان میکنه که این صفات رو خدا میخواد ما هم داشته باشیم. حالا بعد عرض خواهم داشت که اصلا این آیات ظاهرش درباره یهودی ها و مسیحی هایی است که اسلام آوردن، حقیقتش و تأویلش در رابطه با شیعیان امیرالمؤمنین علیه السلامه.
اشاره حالا می کنم. خداوند می فرماد صفات این آدمای خوب از مسیحی ها و یهودی های مسلمان شده که شما مسلمانم باید یاد بگیرید، این صفات خودشون خوبشون یکیش اینه، یدرعون بالحسنه از سیئه، هر بدی را خواستن از خودشون دور کنن، کسی حرف زشتی بهشون زد، اینا جوابشو به خوبی دادن، کسی دست بروشون بلند کرد، اینا دست بروش بلند نکردن، هر کار زشتی، خلافی، ناراحتی کسی براشون ایجاد کرد، اینا ناراحتی را با ناراحتی جواب ندادن، تندی را با تندی جواب ندادن، بدی را با بدی جواب ندادن، بدی را با خوبی دفعش کردن. این صفتی است که شما مسلمون ها خدا به ما میخواد بفرماد باید از اینا یاد بگیرید. و من ما رزقناهم ينفقون، آدم های دست و دلبازی هم بودن. این دست و دلباز بودن یکی از چیزهایی است که موجب جلب توفیقات الهی برای انسان میشود. جالب اینجاست وقتی مراجعه کنیم به تاریخ، بسیاری از این کسانی که تو زمان پیغمبر از یهود و نصارا ایمان آوردن، این آدم هایی هم که دست دل باز بودن، یعنی ذکر شده تو تاریخ که آدم های دست دل بازی بودن، کریم بودن، جواد و بخشنده بودن. این صفت رو خدا دوست می دارد اگر چه از یک کافر باشد، لذا توفیق به اینا می داد که اینا مسلمان بشن. و مما رزقناهم ينفقون. دیگر از برنامه های اینها این بود وقتی که حرف لغوی بیهودهی می شنیدن اعرضو عنه، ازش اعراض می کردن، وای نمی سدن حرفای بیهوده را ادامه بدن به گوش دادنش، نه رها می کردند و می رفتن. و قالو، ممکن بود تو این حرفای بیهوده مسخرشون کنن هر جوری که بود، به اون افراد میگفتن قالو اعمال ما برای ما، لنا اعمالنا و لکم اعمالکم، ما کاری با شما نداریم، سلام علیکم، سلام در این جنب معنای سلام دیدار، سلام خداحافظی. عرب وقتی میخواد خداحافظی بکنه السلام علیکم میگوید، سلام خداحافظی میکردن و میگفتن ما کاری با این آدمای جاهل نداریم. مسلمان شیعه واقعی وقتی با آدم جاهل برخورد می کند باید هر چه زودتر خداحافظی کنه و بره، وای نسه کار به دعوا و اختلاف بکشد، سکوت کنه. گاهی اوقات موجب یه سری ناراحتی های بیشتری می شود از نظر ظاهری بر خود آدم، از اینکه به آدم فشار میاد که تعارف نداره یه حرف بی ربطی به آدم بزنن، چون من میخوام دعوا به وجود نیاید هیچی نگم، فشار میاد بخوام یا نخوام. و بگذرم، در یه صورت فقط هست اگر تهمتی داره به انسان زده میشود من باید وایسم دفاع کنم، یا اگر خدای ناکرده موجب میشود این کار پیش رفت کنه کسای دیگرم اذیت بشن، باید ایستادگی کنم. اما اون جایی که فقط مورد نظر من هستم باید بگذرم تا حتی امکان اختلافی پیش نیاید، اعراض کنم از انسانهای جاهل. در روایات ما آمده، در تفسیر شریف نور الصقلین از اصول کافی نقل می کنن که اهل البیت علیهم السلام روایاتی ازشون نقل شده که این آیات در رابطه با شیعیان ماست. برمیگردم، خدا فرمود ما اجر چنین افرادی را که قبلا یهودی متدین در یهودیت بودن و مسیحی متدین در مسیحیت، حالا اومدن اسلام آوردن، دو تا اجر بهشون میدیم. اهل بیت فرمودن وقتی که این آیه برای شیعیان ما تأویل می شود اونا هم دو تا اجر دارن، برای حالا مورد خاصش، برای اونایی که در تقیه دین خودشون رو حفظ می کنن، جاهایی که موجب می شود خونشون، جانشون یا جان و خون دیگران در معرض خطر باشد و تقیه می کنن، خدا به اینها دو تا اجر عنایت می فرماید.
یابم اون افرادی که در جایی که آدمای دیندار نیستن میخوان دینداری کنن، اینا هم خداوند بهشون اجر مضاعف میدن. این هم یک قسمت. و اما آیه 83 و 84، این دوتا آیه شریفه خیلی مسئولیت ما را سنگین میکنه. تا به حال مطالبی درباره شنیدیم. من امروز اضافه تر از قبل یه روایتی رو باهاش برخورد کردم، خیلی برای خودم تکون دهنده بود. برای همین عرض میکنم کار خیلی آمون مشکل میکنه. خانوم ها هم به طور خاص این آیات رو گوش بدن و روایاتی که عرض میکنم. البته متاسفانه این حالتی که عرض میکنم تو ما مرد هم کم کم داره زیاد میشه. خداوند چنین میفرماد: تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى الَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. خداوند می فرماد آیه 83 از سوره شریفه قصص که این دنیای آخرت، این بهشت برین، این نعمت‌هایی که من قرار دادم برای کسانی قرار دادم که اینها در روی زمین نمیخوان برتری جویی کنند، کاری نمیکنن که برتر از دیگران باشن. یه وقت من میرم دنبال علم به خاطر خود علم، میرم دنبال ورزش به خاطر خود ورزش و بدن خودم، اما یه وقت میرم دنبال علم برای این که بتوانم رو سر دیگران سوار شم، به دیگران بگم من بلدم تو بلد نیستی. میرم دنبال ورزش برای این که قدرت بدنی خودم را به رخ دیگران بکشم. این میشه این آیه. هر کاری بکنم که میخوام برتری جویی کنم، خدا می فرماد چنین آدمای مال بهش نیستن، بهش مالی کسیه که این حالت را نداشته باشد. ولا فسادا، فسادم نکنه. آقایون مفسرین میگن این دو تا جمله دنبال هم که برتری جویی نکند و فساد هم نکند، خود برتری جویی مقدمه ایست برای فسادهای انسان. چون میخواد برتری جویی کنه خیلی از اوقات فساد میکند. ول عاقبت للمتقین، خدا میفرماید عاقبت نیک برای متقین است. دو تا روایتی که عرض کردم چون زیاد معطلتون نکنم، داره در روایت مولا امیرالمومنین تو اون 4 سال خورده‌ای که در کوفه بودند و حکومت ظاهری داشتن، اون مدتیش که حالا جنگ نبود و تو شهر بودن، حضرت تو بازار رفت و آمد می کردن مرتب، خودشون سرکشی می کردن تو بازار، به مغازه ها سر می زدن، هر کسی می دیدن مشکلی دارد، اینا در روایت دارم معنا می کنم، هر کسی رو می دیدن مشکلی دارد برطرف میکردن، میدیدن کسی گم شده کمکش میکردن، بار کسی افتاده، هر کاری که میتونستن، چون بیشتر رفت و آمد مردم تو منطقه بازار بود، حضرت کمک میکردن. ضمن رفت و آمد شروع میکردن این آیات رو خوندن.
که قیامت بهشتش مال کسی است که رو زمین نخواد برتری جویی کند. کاسبی داری میکنی؟ کاسبی دا بکن. بگو میخوام خودم و زن و بچه‌ام در راحتی باشیم، نه اینکه میخوام بالا دستی فلانی باشم. و فساد هم نکنید. نمونه هاش مختلفه. یه نمونهش عرض میکنم که عرض کردم، این روایتی بود که من یادم نمیاد دیده باشم قبلا و تکون دهنده است، از خود امیرالمومنین. حضرت فرمودن ان الرجل، از موارد این آیه، ان الرجل لیعجبه ان یکون شراک نعله اجود من شراک نعل صاحبه فیدخل تحتها. حضرت فرمودن میدونید یک نمونش من میگم که برتری جویی که خدا تو این آیه میفرماد، یه نمونش اینه که شخص، یه مردی بخواد بگه بند کفش من، بعضی بند کفش فلانیه، بخواهد توی این، یه وقتی که خود به خود اینطور هست، یه وقت نه، میخواد به رخ بکشه و تازه موجب تعجب خودش بشه، افتخار کردن خودش بشه، افتخار کند که بند کفشم بهتر از بند کفش فلانیه. بند کفش، خونه چطور؟ ماشینم بعضی فلانیه چطور؟ کل لباس، میخوام یه لباسی تهیه کنم هیچ کس نداشته باشه، تک باشه. بناست دیگه، هر نوع آیه ای رو من عرض کردم، آیات اعتقادی، اجتماعی، همه نوع اخلاقی، اینا باید ذکر بشه دیگه. روایتش هم که از امیرالمومنین نیست که ما الان در عزای اون حضرت سیاه پوشیم و انشالله رفقایی هم که هنوز لباس عزا به تن نکردن، هم برای تسلای قلب امام زمان، هم برای کوری چشم دشمنان امیرالمومنین علیه السلام، باید این آیات هم مطرح بشه. اونم همچنین روزهایی، رفقا چه نیتهایی داریم؟ هر کاری داریم انجام میدیم تو زندگیمون، نیتمون چیست؟ قرآن نمیفرماد نرو بهترین ماشین سوار نشو، نه برو بهترین ماشین سوار شو، اما نخوا نیت دین نباشه که بخوای به رخ کسی بکشی. فکر کنی حالا سوار این ماشین شدی برتر از دیگرانی، فکر کنی این لباس پوشیدی برتر از دیگرانی، فکر کنی منزلت فلان جاست برتر از دیگرانی، نه، هیچ برتری تو بر دیگران نداری. ان اکرمکم عند الله اتقاکم، با تقواترین در نزد خدا گرامیست. اونم تازه خدا تشخیص میدهد، نه من بگویم من با تقواتر از فلانیم، اونو من تشخیص نمیدم، معلم ما، بالا دست ما، اون کسی که حاکم ماست، اون نمره میده، من که نمیتونم نمره بدم، من نه به خودم نه به دیگران نمیتونم نمره بدم. مولای ما امیرالمومنین عنایت داشتن رو این آیه که هر روز تو بازار میرفتند میمدند این آیه رو میخوندن. پایین ترینش هم میفرمان از یه بند کفش بگی، اگه خواستی به کسی بگی بند کفشم، بعضی بند کفش توه، این آیه شامل حال چنین انسانی میشود دیگه، برو بالا ببینیم حال روزمون چگونه است، الان نیتمون چگونه است، کار داریم میکنیم چگونه داریم کار میکنیم، برنامه‌مون چیست. من جاء بالحسنه فله خیر منها، هر کس کار خوبی انجام دهد همراه با ولای امیرالمؤمنین علیه السلام، نیت برتری جویی بر دیگران نداشته باشد، خدا بهتر از او بهش خواهد داد. و من جاء بالسیئه، کسی هم با بدی و با بغض امیرالمؤمنین و اولادشون وارد قیامت بشه، فلا یجزا الذین عملوا السیئات الا ما کانوا یعملون، باید جزای برنامه خودشون رو ببینن. آیات دیگری هم
میخواستم عرض کنم که حالا صرف نظر میکنم باز با اینکه در رابطه با وجود نازنین امیرالمؤمنین علیه السلام و اینکه مردم به واسطه امیرالمؤمنین علیه السلام باید امتحان داده شوند، اشاره میکنم فقط به این آیات که پیامبر یک روز صبح به امیرالمؤمنین فرمودن یا علی، دیشب تا به صبح از خدا یه سری چیزایی رو میخواستم، دعا خیلی کردم برای خودم و هر آنچه خواستم برای خودم برای تو هم خواستم، تا آخرین دعای من این بود که خدایا طوری بشه که همه بل اتفاق ولایت علی رو قبول کنن. تا من این دعا رو کردم آیه نازل شد. بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام میم. احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. یا رسول الله، نمیشه چنین باشد. علی وسیله امتحان خلقه. اینایی که اومدن پیش تو و گفتن ما ایمان آوردیم، ما دیگه رهاشون نمی کنیم به حال خودشون، باید در رابطه با علی امتحان بدن و قبول نمیشن عده ای. این دعای تو مستجاب نمیشد، چون بنای ما از اول این بوده است که علی وسیله امتحان قرار بگیرد. گاهی از اوقات تو ذهن آدم میاد که خب خیلی خب، ما امتحانا قبول شدیم، محبت امیرالمومنین و ولایت مولا را داریم، تمام. من میخوام عرض کنم این روایتی که من امروز ذیل این آیه خواندم از امیرالمومنین که فرمودن علو و فساد نداشته باشید، و حتی این آیه در رابطه با کسی که بند کفشش رو بخواد برتری جویی به واسطه یه بند کفش بکنه نسبت به یک شخص دیگر شامل حالش میشه، اینجا و من و شما داریم به این واسطه امتحان میشیم به واسطه کلام امیرالمؤمنین. اون کسایی که بیرون این مسجدن نشنیدن، حسابشون با من و شما فرق میکنه، ما داریم امتحان میدیم، اونا نه. حواسمون رو جمع کنیم. مثل دیشب در تاریخ آمده که همه بچه های امیرالمؤمنین تو منزل امیرالمؤمنین جمع بودن. یه چیز طبیعی است. پدرشون هر لحظه حالشون داره بدتر می شود. مثل دیشب و امروز صبح رنگ امیرالمؤمنین خیلی دیگه زرد شده بود. مولا از دیشب دیگه نتوانستن نمازشون را ایستاده بخوانند. شدت زهر در وجود حضرت طوری بود که نتوانستن نماز را ایستاده بخوانند. روایات مختلفی هست در رابطه با زهری که ابن ملجم ملعون به شمشیرش داده بود، ولی این قسمت رو من برای خودم تازگی داشت، به این صورت تا به حال ندیده بودم که وقتی مثل دیروز حضرت ام کلثوم آمدن فرمودن من میخوام این کسی که پدرم رو ضربت زده ببینم، ابن ملجم رو رفتن دیدن، شروع کردن حضرت گریه کردن که چطور تو این کار رو کردی. به هر حال حرفای رد و بدل شد. گفت هر چه ابن ملجم گفت هر چه میخوای گریه کن، من یک ماه هر روز دارم این شمشیر را زهرآلود میکنم. روایات دیگه در این زمینه داریم ولی من به این صورتش ندیده بودم که یک ماه هر روز دارم زهرآلود میکنم
و اگر زهرایی که من به این زدم به یک شهر میزدی، برای یک شهر بس بود. غیر ممکنه بابا جان سالم به در بدر. خیلی گریه کردن ام کلثوم با شنیدن این حرف. مثل دیشب بچه های مولا اطراف پدر بودن. باز روایت به طور خاص بود، امیرالمومنین از دیروز که آوردندشون منزل بیش از همه برای امام حسین گریه کردن. همه طور حسینشونو میدیدن، حضرت گریه میکردن. از امروز بعد از ظهر امیرالمومنین شروع کردن وصیت هاشونو میکنن. سفارشاتی کردن به همه بچه هاشون نسبت به حضرت امام مجتبی، و یه سری سفارشاتی کردن به امام مجتبی نسبت به عزیزانشون. هر کدام رو سفارشاتی خاصی بهشون کردن. اما بچه های امیرالمؤمنین همه این وصیت ها که می شد در کمال امنیت بودن. یا ابا عبدالله. اما این حسینی که امیرالمؤمنین اینقدر براشون گریه کردن مثل دیروز تا به امروز، وقتی میخواستن وصیت کنن وصیت هاشون رو به خواهرشون زینب کردن، الا یه سری وصایای خاصی به حضرت زین العابدین علیه السلام، ولی یه سری وصایایی رو به حضرت زینب سلام الله علیها کردن. یا ابا عبدالله. چه گذشت بر زینب اون وقتی که حسینشون وصیت می‌کردن، اونقدر زینب بیتابی می‌کردن که حد نداشت. لذا سید الشهدا دیدن چاره‌ای نیست، از ولایت خودشون استفاده کردن، دست گذاشتن رو قلب زینب. قلب بی بی آرام گرفت. عرض کردن حسینم میخوای بری میدان، برو، فقط یه چیز، اون همین مشکل منه، من بعد از تو با یتیمانت چه کنم؟ من با این زن و بچه در این بیابان بین دشمن چه کنم؟ یا ابا عبدالله. آقا سفارش عزیزانشون رو گردن به زینب. بی بی هم چه خوب سفارشات برادر رو عمل کردن، تا رفتن از کربلا به کوفه و شام و برگشتن. بی بی آمدن کنار قبر حسینشون، فرمودن داداش وصیتات رو عمل کردم، برادرم هرچه اومدن بچه ها دو تا زیانه بزنن بدنم و سپر قرار دادن. حسینم اگه نامهرمان نبودن بدنم رو نشان می دادن. اما حسینم از تو شرمندم، همه بچه ها تو بردم آوردم، اما بمیرم 3 سالت را در کنار خرابه شام. صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه، اللهم صل علی محمد و آل محمد، و عجل فرجهم و لعن عدوهم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، اللهم عجل لوليك الفرج، واكشف عن همه وغمه وحزنه، واقض هوائجه وحوائج محبيه، واشف مرضى من محبيه، واغفر لموتى من محبيه.
اللهم اجعلنا من خير اعوانه وانصاره واتباعه مشيئته، واجعل عواقب امورنا خيرا بجاه محمد. سبحان الله.